بفرمید بانو میترا بابکی گرامی، بفرمید. جانم درود تقدیم خود شما و بانوی عزیزتون. در ادامه صحبت های حسام جان، ببینید شاپور بختیار اگه یادتون باشه که حتما کلیپ ها رو دیدیم که گفت که به من گفتن که هواپیمای خمینی رو بزن. من گفتم نمیتونم بزنم، اگر هواپیمای خمینی رو بزنم من میشم شمر و یزید، او میشه حسین و شهید. در کنارش هم ما ملی مذهبی ها رو داشتیم، چپ های توده ای رو داشتیم و داریم که پشت بختیار نایستادند. اینا رو فراموش نکنیم. کسانی بودن که پشت خمینی رو گرفتن و به عنوان الیت، الیت آن زمان به نظر من مردم رو گول زدن. یعنی فقط خمینی و آخوند مردم رو گول نزد، آنها گول آخوند و خمینی رو خوردن و مردم رو گول زدن. چرا؟ به خاطر اینکه چپ مد بوده در آن روزها، در آن زمان، و هر کس که چپ بود پس روشن فکر بود. و وقتی که روشن فکر آن زمان این چنین پشت خمینی قرار بگیره و حمایت کنه که و میبینیم که همچنان دارن حمایت میکنن در کنار نواندیشان دینی و اصلاح طلبان، اینجاست که ما باید اینا رو فراموش نکنیم. ولی من موافق نیستم که تعداد کمی در آن زمان پشت خمینی بودن. فکر نمی کنم. مردم مسخ خمینی شد، وارد یک ابتذال شر شدن در آن زمان. همونقدر که پیشوا هیتلر در آن زمان مردم آلمان رو این چنین واقعا وحشیانه در کنار خودش قرار داد و مردم چه راحت چشماشون رو به روی عزیزترین عزیزانشون بستند و به دنبال فرمان پیشوا بودن. مردم نه همه، ولی بسیاری از مردم کشور ما هم به دنبال امام در عکسش رو در ماه دیدند. یه واقعیته. یا اینکه میگفتن به فرض مویی در لای قرآن هست، که مردم به دنبال یه مو توی صفحات قرآنشون اون زمان فکر میکنن میگشتن. اینا جهالته. یک روشنگر باید نیمه پر لیوان رو نگاه نکنه، نیمه خالی لیوان هم نگاه نکنه، نیمه رو واقع بینانه نگاه کنه که چقدر در این لیوان پره، چقدر در این لیوان خالی. ما همچنان شما نگاه کنید، ابوالفضل عزیز ما که متاسفانه به گردنش نارنجک زد، نه گلوله گلوله فکر میکنم ساچمه ای زدن بهش، و این بچه 14 ساله متاسفانه 8 ماه تو رخت خواب بود. اسمش ابوالفضل بود. این تصویر ببخشید دکتر بابک، تصویری که میبینید تصویر سمت چپ ابوالفضل آدینه پور، بعدم مجید رضا رهنورد و کیان، بله، که تولد هر سه در خرداد ماهه. ببخشید ای جانم، یعنی پوینت من اینه که ما باید نگاه کنیم ببینیم واقعا در آن زمان چه بلایی سر ملت آمد، چه کسانی مسئول بودند، و خودی کسانی که پشت خمینی بودند خودشون هم قربانی خمینی شدند، ولی همچنان درگیر هستند. و جلال عزیزم یه مقاله تازه نوشته که بسیار مقاله جالبیه. در بخشی از مقالهش نوشته بود، نوشتن که حتی همچنان کمونیست های چپ 57 که به نظر من این بخش قسمت خودمه، که در مرداب تحلیلات خودشون گیر کردن، همچنان از اسلام نقد نمی کنند. فراموش نکنید، همچنان هراسناکن. ما کمونیست های مختلف داریم، فقط ما هستیم که شجاعانه نقد میکنه. اونها کمونیست های کهنه کار هستن و همچنین ملاحظه میکنن و در کنار اصولگراها و نواندیشان دینی مینشینن و میگویند اینها اسلام ستیزی میکنند، در صورتی که ما اسلام ستیزی نمیکنیم. پس باید نگاه کنیم ببینیم واقعا تاریخ چه گذشت بر سر ملت ایران و چه کسانی مسئول بودند و هستند، چه کسانی تفرقه انگیزی میکنند. زمانی که معاون خود رئیسی یک آخوند برمیگرده میگه 75 از 75 هزار مسجد در ایران 50 هزار تا از مساجد بسته شده، این یعنی چی؟ این یعنی ملت ایران دیگه نمیخوان،
خسته شدن از دینشون، خسته شدن از این همه کلاشی و این همه خرافات و این همه بیشرفی. اینا حتی امامزاده سیار هم درست کردن، یادتون میاد که امامزاده سیار درست کردن، 75,000 تا مسجد داخل رو چه حسابی، دانشگاه ها بسته شد. چه صحبت هایی کرد خمینی، خمینی زیر نفل نوشاتو چی گفت؟ و بعد وقتی که به محض اینکه وارد شد در خود هواپیما با کلمه هیچ که قطب زاده گفت نو کامنت، نو کامنت نگفت، گفت هیچ احساسی ندارم. و به محضی که همون روز وارد بهش زهرا میشه، سخنرانیاش موجوده، فریاد میزنه میگه من تو دهن این دولت میزنم. کجایید آقایون و خانومهای الیت آن زمان که صداتون در نیومد؟ وقتی که خمینی تو اون مدرسه با اون زبان الکن فارسی بی سوادیش این همه توهین به انسان و انسانیت کرد، زمانی که به دانشگاه، به دانشگاهی ها اینقدر توهین کرد، زمانی که گفت اقتصاد مال خره است، زمانی که گفت ما باید امت پروری بکنیم و باید دانشگاه نمیخوایم، بچه های ما رو باید بهشون اسلحه بدی از اسلام نگهداری کنن و دفاع کنن، آقایون و خانمای الیت کجا بودید؟ پس ما باید نگاه کنیم ببینیم که چه بلای تاریخی واقع بینانه سر ملت ایران آمد. نه ملت ایران هم در آن زمان دچار ابتذال شر شد، نگیم بهترین هستند، همونقدر که فردوسی عزیز دل من که به واقع حقیقتا همونطور که هفته پیش هومر رو حسام گفتن شناسنامه ایران فردوسی است، شکی درش نیست، ولی هنر نزد ایرانیان است و بس نیست. ما باید نگاه کنیم به ضعفای خودمون، به ضعفای فرد خودمون، خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی و سیاسی خودمون، به تاریخ خودمون و ببینیم ضعفهای ما کجا بوده تا بتونیم این ضعفهامون رو پر بکنیم و تغییرش بدیم. وگرنه با باریکالله و ماشالله ما عقب میمونیم، ما مسئولیت رو به عهده نمیگیریم. و به نظر من یک روشنگر واقعی باید بایسته در مقابل هر گونه خرافاتی و هر گونه عقیده دیکتاتوری. من یه تیکه چون سال مرگ خمینی جلاده، فکر کردم که این تیکه من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه. در زمانی که جنگ ایران و عراق بود و صدام حسین تصمیم گرفت که کوتاه بیاد و به صلح برسند و خلیج فارس، امارات تصمیم گرفت 90 میلیارد دلار خسارت جنگ ایران و عراق رو به خمینی بده و اعلام کردن، ولی خمینی نپذیرفت و فریاد زد و بسیار عصبانی شد. شما نگاه کنید صحبت‌های خمینی رو نگاه کنید و اینو بخونم، این خیلی خیلی مهمه. خمینی با استناد به آیات قتال قرآن و کشتار 700 تن توسط علی ابن ابی طالب در یک روز چنین صلحی را گفت نمیخواهد و صلح طلبان داخلی را سرزنش میکند که چرا به آیات قتال بی توجهی میکنید. شما سوره براءت را برای مردم، این خمینی گفته، شما سوره براءت را برای مردم چرا نمیخوانید و شما آیات قتال را چرا نمیخوانید؟ هی آیات رحمت را میخوانید. دقت کنید، عصبانی میشه. هی آیات رحمت را میخوانید، آن قتال هم رحمت است برای این، میخواهد آدم درست کند. این هم از میدونید که فارسیش اینطوری بود، دقیقا از کلام خودش نوشته. امیرالمومنین اگر بنا بود که خیر هی مسامح کند، خب این خلاف کرد. چشم اینا، من متاسفم که اینجوری میخونم، برای اینکه خمینی اینجوری صحبت میکرد، قابل توجه الیت های آن زمان و این زمان، این خلاف کرد. چه شمشیر نمی کشید 700 نفر را یک دفعه بکشد تا آخر آن اشخاصی که قیام کرده بودند به ضدش تا آخر ضد اسلام بود دیگر تا آخرشان را کشت. آیا شما اصلا چیزی فهمیدین از این پاراگراف؟ آقایون و خانمای الیت آن زمان، چطور شما پشت این ایستادید و پشت بختیار رو خالی کردید؟ بختیاری که در زندان همرزم شماها بود، آقایون ملی مذهبی که همچنان ملی مذهبی هستید و هزینه هایی که کردید و در گذشته و حال بر سر ملت میکوبید،
به عنوان الیت و به عنوان برانداز. حالا در دوباره خمینی خیلی صحبت های دیگه کرده، اگر حالا احتیاج داشتیم میخونیم. پوینت من اینه، الان برای سالمرگ خمینی دارم میگم، پوینت ما اینه که واقعا ببینیم چه بلایی 1400 سال پیش سر ما آمد، زن قبل از اسلام و بعد از اسلام، چه در همون عربستان و چه در ایران چه بلایی سرش آمد. حقوق زن، حقوق کودک، حقوق حیوان، حقوق محیط زیست. و تا خامنه ای و تو برسه به جای آقایون و خانم های الیت براندازه به اصطلاح، به اصطلاح اپوزیشن، بعد خامنه ای این چنین صحبت کنه امروز شرم‌آور نبود؟ به خاطر اینکه به جای اینکه به صورت مسئله نگاه کنید، به جان همدیگه افتادید و مردم باید هزینه بدن. زمانی که در حاشیه شهرهای کشور ما، در شهر تهران ما، کودک و نوجوان باید بره سر کوچه حاشیه شهرها وایس منتظر باشه که مشتری واسه مادرش بیاره. این شرم رو کجای وجودمون بذاریم؟ کجای تاریخمون بذاریم؟ زمانی که نان در سفره مردم نیست، زمانی که تو زباله ها میگردن و شماها در خارج از کشور به جان همدیگه افتادید، در کنار نفوذی ها، این شرم آوره، این خجالت آوره. من پوزش میخوام، حالا اگر فرصت بود، میدونم که نمیخوایم برنامه خیلی طولانی باشه، اگر دوست داشتید در مورد سعودیه، که عربستان سعودیه به کجا داره خودشو میرسونه و ما که یک همچین کشور غنی داریم با منابع بسیار بسیار زیاد و با شخصیت‌های خارج و داخل کشور، نخبه های بسیار زیاده داخل و خارج از کشور، کشور ما به این نابودی برسه، در کنارش امارات و سعودیه ببینید به کجا داره خودشو میرسونه. این فاجعه است. امروز هم تو سخنرانیم در تظاهرات گفتم، هر ثانیه‌ای که داره میگذره مردم داخل کشور ما دارن هزینه میدن. شر بر توی راست و چپ که به جان هم در خارج از کشور افتادید. برید تحلیل رو از سوریناها یاد بگیرید، از سوریناهای 16 ساله و بچه‌های دهه 80. پوزش میخوام که طولانی بود عزیزم. اگر فرصت بود، اگه خواستید، من یه خلاصه میگم از کاری که عربستان داره میکنه برای کشورش. حتما حتما حتما. ای قربون اون خنده هات استاد هومر، ای قربون اون خنده های استاد هومر شم، بخند جانانم تو، فقط بخند به خمینی احمق.